دو روز و تمام تریدر جدید ایرانی یک آپدیت کوتاه مدت داریم در بازار نفت همونطور که میبینین امروز صبح و من دیروز باز تازه کردارم به خیلی از تریدر جدید ایرانی که امروز و حتی این هفته تا روز جمعه تا اونجایی که امکان پذیر هستش ترید نکنن امروز بازار نفت با حرکت عجیبی بازار خودش شروع کرد بعد از اینکه بازار زیر اوپنینگ پرایز باز شد به تقریبا مرز 101 101 نیم رسید و در اونجا بعد از گذاشتن یک لو سعی که سه دفعه اینو بشکنه که ناموفق بود و به دلیل این در حال حاضر نفت دوباره در حال صعود هستش به سمت 1380 در اون بشکنه 104 104 و حد اکثر قیمت امروز تو تا تو 5 میره با وجود این بازم تذکر میگم به تمام تریدرهای جدید که در این کار شروع به کار کردن چون در این قسمت یه دونه بولترپ شروع میشه تلگاوی دلیل بر اون اخبارهای خیلی زیادی هستش و اخبارهای مخالفی که از دو روز پیش در بازار و مخصوصا از روز شنبه شب یعنی هنگامی که بازارها اکثر بازارها بسته بودن در بازار وارد بازار شدن نگاه میکنیم میبینیم اولین اخباری که در صفحه خودمون هم گذاشتیم صفحه در لینک پایین این ویدیو هستش برید اونجا ممبر بشید و اکثر اخبار جدید اونجا هستش اولین اخبار اونجا بودش که با خانم یلن ترژری بوند سکیوریتی ایالات متحده آمریکا که گفت که ما فعلا اقتصاد آمریکا در حال بهبودی هستش و حتی اثرات رسش نریم این خود یک دونه اخبار خیلی خوب برای بازار نفت هستش از طرف دیگه ما در چهارشنبه این هفته و مخصوصا در روز پنجشنبه میتینگ فدرال ریزب بانک مرکزی ایالات متحده رو داریم که بین هم هفتر تا 75 تا یک درصد اضافه بهره پول و اینترست ریتس رو در در ایالات متحده و اثرات مثبت اون بر دلار آمریکا رو در بر خواهد داشت. دلار وقتی قوی تر بشه خب این یه فشار زیادی هستش برای نفت چون قیمت نفت به دلار حساب میشه و برای خیلی از کشورها خرید نفت مخصوصا که واحد پولیشون ضعیف باشه این خیلی سختتر خواهد بود از طرف دیگه هر دفعه که میتینگ فت هستش بلافاصله کشورهای دیگه مخصوصا چین که 25 درصد از اکسپورت نفت عربستان سعودی و کشورهای دیگه مانند ایران عراق و لیبی رو در پوش داره بلافاصله با کارت کووید فسط بازی میان و میبینیم که اینجا بلا فاصله چین منتشر کرد چانز یانیز و زنکاوید واریز میتینگز و این خودش تذکری میده که اه، نه اه، ما دوباره کووید رو میاریم وسط و کووید باز دوباره یک فشار دیگه برای نفت هستش پس وقتی که بهره پولی دلار قوی بشه کووید در وسط باشه این فشار پولی هستش برای بازار نفت از طرف دیگه ما میدونیم که الان در وضع اقتصادی چون اکسپورت و پروڈاکچن نفت در سطح و سر دنیا خیلی کم شده اما تمام دنیا بر روی انگوش نفت میگرده و به خاطر این خواسته نفت در بازار خیلی روز به روز زیادتر میشه پس اینجا ما الان در حال یک رنج هستیم بین 95 تا 136 و نیم 137 و هر چقدر بیشتر این رنج طول بکشه از یه طرف بهتر هست چون چه به طرف بالا یا به طرف پایین شکسته بشه ترند و یا روند بعدی خیلی دراز مدت و طولانی مدت خواهد بود و خیلی قوی خواهد بود اگه بازار از زیر نبر پنج سقوط بکنه ما به سمت دو دلار با سرعت زیادی میریم اگه 137 رو بشکنیم میریم حدود 280 تا 350 یا شاید 400 دلار. و خودش این یه روند خیلی خیلی زیادی هستش هرچقدر چقدر کنسولیدیشن رنج شما درستر طولان یه مدتر باشه ترند بعدی اون خیلی درستر خواهد بود به خاطر این تا روز چهارشنبه پنجشنبه سعی کنید صبر زیادی داشته باشید ما اینجا وقتی که دی تریدینگ میکنیم چون ریسک های مختلفی رو در نظر داریم و با سیستم های مختلفی کار میکنیم و در دی اما این تصمیم من در اختیار خود شما قرار میدم که اگه میخواین وارد بازار بشید تا کجا برید فعلا در اینجا میبینیم که بازار در 104.500، 104.883 اینجا اوپنینگ پرایزش داشت و بعد از اون سقوط کرد و حالا وقتی که بازار یک دونه زیر مدت یا لو جدید کرد دوباره برمیگرده به این سمت اگه تونست اونجا رو بشکنه ما شاید سمت 15500 و 106 هم بریم اما باز دوباره امکان داره آخر سشن و شاید فردا دوباره به این سمت برگردیم در کل بازارها و حتی در بازار نستک هم این به همین سمت هستش برای مدت طولانی البته اگه بخوام ای اف نفت رو نگاه کنیم و میبینیم که اینجا اس پی دی آر انرژی فانس رو نگاه کنیم میبینیم که اینجا اکسل ای هم شروع به حرکت کرده و اکسل ای چون اینا به حساب ستاک ها و یا سهام نفتی هستن که همزمان با نفت موازی با نفت حرکت میکنن و وقتی که اینجا قیمت های استقای یکم در حال بالا باشه ما میبینیم که قیمت نفت فعلا یوشووش در حال سقوط هستش نه چندان بیشتر از طرف دیگه وقتی که بریم و مس رو نگاه کنیم بازار مس رو نگاه کنیم میگیم مس در حال سقوط هستش این باز دوباره خودش یک دلیل هستش که دلار از یک سمت تورم از یک سمت در حال کاسته شدن هستش و احتمال اینکه روز چهارشنبه فدرال رزرو بانک مرکزی ایالات متحده بهره ها رو فقط صفر ممیز 75 درصد زیادتر بکنه احتمالش اینجا بیشتر میشه و این امکان داره که یک ترمز خیلی خفیفی باشه برای قدرتمند شدن دلار اما از اونجایی که الان سود با بانک های آمریکا خیلی بیشتر از بانک های کشورهای دیگه هستش در کل به این میگن interest rates differential و این فرق بهرهای بانک های آمریکا و بانک های کشورهای دیگه هستش که خودش با زوره یو اس دلار رو یک پوش زیادتر میده چرا چون کسایی که مثلا خیلی پولدار هستن پولها رو تو بانک های آمریکا میذارن که بهره بیشتری به اونا برسه و بر اساس این قانون هستش که قیمت خریداری دلار هم با زباره بیشتر بالاتر میره و دلار گرونتر میشه و اگه بریم حالا نگاه کنیم ببینیم که اینجا مثلا نگاه کنیم که ببینیم که دلار آمریکا و کانادا دلار کانادا در چه بهره هستند می بینیم که الان دلار در مقابل دلار کانادا در حال صعود هستش و بعض باز دوباره اینجا یک بازاری هستیم که معمولا دلار کانادا باید قوی تر بشه اما به خاطر این سینز یا اینترست ریتس دیفرنشیال این فعلا موثر پذیر نیستش خب امیدوارم که روز خوبی رو در بر داشته باشید و اگه آپدیت جدیدی داشته باشید میتونید دوباره به این کانال مراجعه بکنید